شب بخیر، ویلکام تو زوار کلاس. پرشای هفته از شموت، کتاب دوم تورا. ولی چون دو هفته کلاس نداشتیم، یه ریویو خیلی کوچیکی میکنیم از دو تا پرشایی که گذشته. دو هفته پیش پرشای ویگش بود. ویگش به معنی اپروچ کردن، نزدیک شدن. یکم از داستان تورا تعریف میکنیم. جایی هستیم که یوسف شاه مصر، he's the second to the فرعون، و برادرای یهودا و برادر خودش رو زندانی کرده به جرم جاسوس کردن، و بنیامین هم زندانی کرده به جرم دزدی. و جایی که یهودا اپروچ میکنه، میاد جلو با یوسف صحبت میکنه که برادرش رو آزاد بکنه. سالای پیش راجع به این موضوع از ویو یوسف صحبت کرده بودیم که یوسف اومده بود یه درس یاد بده به برادرش، که دفعه پیش برادرش یوسف رو فروخته بودن و اذیتش کرده بودن، and they hurt him، و این دفعه میخواست بهشون یاد بده که how valuable is to have a brother. ولی این دفعه از اپروچ یهودا میخوام این درس رو یاد بگیریم. یهودا که مثل یک زندانی، he was a nobody, he was a stranger، رودرو شده بود با فرعون، second to فرعون، و با چه جرأتی به حالت جنگ، به حالت اومده بود به جنگ با فرعون که برادراش رو آزاد بکنه. و لنگویج تورا خیلی هارش صحبت میکنه یهودا، به یک حالتی که حاضر بود کشته بشه که برادراش رو نجات بده. He came to fight with Yosef که بچهاش رو ریلیس بکنه، ولی خیلی پولایت، با زبون خیلی خیلی قشنگ و پولایت، حالا میتونستشو بذاریم love، ولی very با خیلی زبون درست اومده بود که به جنگه. گفته بوده یا من کشته میشم یا میکشم، ولی برادرم باید آزاد بشه. So what is the lesson? What is the lesson of this portion? یهودا چرا اومد به جنگ به یوسف؟ چون که یک حقیقتی وجود داره، یک امتی وجود داره که برادراش نه جاسوس بودن و بنیامین هم چیزی دزدی نکرده بود. Right? He talked the امت. So چیزی که تورا داره به ما یاد میده، میگه چند وقت، چند بار تو زندگیمون ما روی امت با کسی صحبت میکنیم یا بحث میکنیم. انقدر توی سوسایتی ما زندگی میکنیم، بهش میگن political correction، یا ما pretend میکنیم، یا به زیر گوش میندازیم، یا پشت سر میندازیم، یا به خاطر که خجالت نکشیم، یا به خاطر که یه منظوری داریم از حقیقت فرار میکنیم، و we don't speak the امت، we don't speak the truth. اینجا یهودا حاضر بود به خاطر امت یا کشته بشه یا بکشه. So توی میگم دوباره سوسایتی که ما هستیم، we don't live by emet، we don't live by the truth. It's all like a Hollywood, it's all like a movie. We pretend we want to be somebody else and we pretend you're somebody else. اینجا تورا به ما یاد میده که emet، و چی میشه بعد از اینه که یوسف میبینه که یهودا با همچی عدتوی داره اپروچش میکنه، اومد گفت انی یوسف، گفت خود جمال اذیت نکن، من برادرتم و تمام بلسینگ و برخواه بهش رسید. سو سیکرت تورا اینه که درسته که دیزایرهای ما ممکنه مچ اون حقیقته نمیشه. این پوینتی بود که باش میخواستم برسم. بیشتر وقتا ما با امت زندگی نمی کنیم چون که دیزایرامون فرق میکنه با اون حقیقتی که وجود داره. We want something else. We want something bigger, something better. So we pretend that we are somebody else. ولی تورا میگه که امت زندگی بکنی. If you live by امت, by truth, all the gates of the blessing is going to open to you. So هممون به یه هدف میخواییم برسیم. به یه جایی میخواییم برسیم. و تورا داره میگه با امت سریعتر بهش میرسه، به اون بلسینگ. بعضی وقتا
ما باید بیایم حقیقت رو به یه نفر بگیم، به دوستمون، به خانوادهمون، به برادر خواهرامون، به بچه هامون، به خودمون باید حقیقت رو بگیم. ولی we are not. فرار میکنیم از حقیقت، فرار میکنیم از ذمت. ما obligate هستیم که اگه یه نفر راه اشتباهی داره دنبال میکنه، راه خطایی داره میکنه، زندگیش is in a wrong direction، باید بریم ایمت رو بهش بگیم. Again ما نمیگیم چون که یا خجالت میکشیم یا فکر میکنیم پرایویسی کسی رو داریم مظاهرش میشیم. کسی که منو میشناسن، من I'm not shy to say the amen to somebody. چون که this is the right way to live. یه مثالی هست میگه the truth is painful. حقیقت تلخه. ولی یه تلخی موقتی is بهتره، ما رو زود سریعتر به اون هدف میرسونه تا اینی که یک عمر بخوایم رو دروغ زندگی بکنیم. همیشه حقیقت گفتن بهتره تا دروغ گفتن. آدم حقیقت هر چقدر تلخ باشه یک بار میگه تموم میشه میره، ولی دروغ آدم، یه دروغ آدم بگه هزار تا دروغ دیگه هم باید پشت سرش بگی. So when you build your life on emet, you know it's a solid life. ولی روی دروغ it's not solid. It's painful and suffering. So درس تورا اینه که هم به کسای دیگه اطرافیانمون امت رو بگیم، حقیقت رو بگیم، نه خجالت بکشیم، نه پرتند بکنیم، نه بترسیم. یهودا نترسیم، ما میترسیم حقیقت رو بگیم. It's true. و به خاطر که به خاطر سیتویشن زندگیمون، به خاطر نمیخوایم ریسپکتمون رو از دست بدیم، نمیخوایم پوزیشنمون رو از دست بدیم، به خاطری که حقیقت رو بگیم. That's not the right way to live. Emet is emet. یهودا حاضر بود کشته بشه به خاطری که میدونست یه حقیقتی وجود داره، نه برادرش دزدن نه برادرش جاسوسن. ما هممونم emet رو میدونیم چیه. We know what is the emet. ولی نمیخوایم باش دیل بکنیم. So راه موفقیت، راه blessing، راه برخا is to deal with truth, to face the truth, to approach the truth. So many examples I can give. آدم یه بیزنسی داشته باشه که امت باشه، honest باشه. شب مثل بیبی آدم میخوابه. ولی خدای نکرده بیزنسی که روی دیسیو کردن، روی کلک زدن، روی گول زدن باشه، اون زندگی نیست، جهنمه. با وجودی که یارو ممکن، اون نفر ممکنه به پولی برسه، ولی that's not life. So هر کسی هم امت خودشو داره، هر کسی خدای دیزنی برای زندگیش کرده. So find out what is the truth about your life, what is the design for you, and enjoy it instead of we live a life of lie, shaker, دروغ. حالا تو این موقعیتی که پیش اومده، ما زیاد با کسی در تماس نیستیم به خاطر ویروسی که بخوایم یه حقیقت یا امتیشون بهشون بگیم. So it's time to look into ourself. تو خودمون رو نگاه بکنیم. اون فکرایی که داریم، اون خواسته هایی که داریم، اون دیزایرهایی که داریم، آیا امت، حقیقت، تروت یا نه؟ اون دیزایرها، خواسته هایی که ما داریم بی نهایته. اصلا خواسته های ما و پلیجر ما آخری نداره، اند نداره. ولی اگه به خودمون بیایم و ببینیم یه حقیقتی تو ما هست، این دیزاینی که بر ما شده، این لوکمون، این خانوادهمون، این زندگیمون، این فاینانشال سیتویشنمون، یه حقیقتیه که خدا برامون دیزاین کرده. هر چه زودتر به این امته نگاه بکنیم و اکسپتش بکنیم، the better life you're gonna have. البته نه اینکه پیشرفت نکنیم، باید به ماکسیموم پتانسیلمون برسیم، ولی live a life of emet. زندگی یک یهودی حقیقتش خیلی معلومه. We have to be spiritual, we have to be part of the community, we have to keep Shabbat. All the Jew برای ما اتفاقا خیلی آسونش کردن.
که how to live a meant life. So تا اینجا این قسمت پرشای ویگش بود، پرشای دو هفته پیش. و میدونم بعضی وقتا یکی از نوتامو دیدم به نظر میاد که این امته حقیقت تلخه، ولی هیچ موفقیتی بدون تلخی نمیتونه باشه. It's impossible. هیچ موفقیتی بدون تلخی نمیتونه باشه، ولی یه حقیقتی وجود داره توش، یک امتی وجود داره که به اون امته بچسبیم، اون تلخی هم زودتر تموم میشه و به اون بلسینگ آدم میرسه. پرشای هفته پیش تا اینجا پرشای ویگش بود. پرشای هفته پیش پرشای ویخی، آخرین قسمت کتاب برشید، جاییه که یعقوب به آخر عمرش رسیده و به بچه‌هاش میگه دور هم جمع شین، تمام 12 تا بچه‌هاش، و میگه که بیای من بهتون بگم آخر زمان چی میشه، آخر دنیا چی میشه، what's gonna happen in the future. یعقوب همه بچه‌هاشو جمع میکنه، میگه let me tell you what's gonna happen in the future. بعد یه دفعه تورا استاپ میشه، انگار که انجلا یا از بالا یه خبر به یعقوب میاد که میگه که نه، نمیتونی آینده رو به بچه‌هات بگی، باید به چیز دیگه بهشون بگی. So آخر زمان چیه؟ What is in the end؟ بالاخره چی میشه؟ هممون ما میدونیم آخر سر همه چی خوبه، آخر سر بالاخره ماشیخ میاد، آخر سر ما بیت المقدس ساخته میشه، we receive the geula, there is a total redemption, all the blessing, all the barakha, all the goodness. آخر سر اینه. So احتیاج نبود یعقوب اینو به ما بگه. ولی یعقوب چی به ما داره میگه؟ یعقوب به همه بچه‌هاش، به هر کدوم از بچه‌هاش یه مسیجی میده. به اونایی که قدرت داشتن، قوی بودن توی یک پوینتی، بهشون میگه قوی تر بشین، سترونگ تر بشین، به ماکسیموم پتانسیالتون برسین، توی چیزی خوبی هستین، تک تو دی نکست لول. و به اون بچه‌هایی که یک نگاتیو کانشسنس یا بیهیویر داشتن میگفت که خودتون رو کرکت بکنین، خودتون رو کرکت بکنین and use your gift in a better ways. What is the message? What is the lesson behind it? ما یک طبیعتی آدم ها دارن که همه چیزو الان میخواییم، بهترین رو الان میخواییم. We want all the money, we want all the goodness, the biggest house, we want it right now. چیزی که تورا میگه، میگه که از این جورنیه لذت ببریم. We have to enjoy the journey. آخر سر we know it's all gonna be good. آخر سر همه چی خوب میشه، ولی ما این جورنیه، این روزه، این ساله، این ماها رو داریم سکریفایز میکنیم به خاطری که به یک هدفی در آینده میخوای برسیم. این ریالیتی چیزی که زهر داره به ما یاد میده و تورا به ما یاد میده، میگه که انجوی دی جورنی، از این جورنیه لذت ببریم. به هدف رسیدن، وقتی که ما به هدف برسیم، the fun is over. یه سوالی همیشه پیش میاد که آیا آخر سر به اون هدف رسیدیم بهتره یا این جاده، این جورنیه بهتره؟ و جوابه is the journey. The journey is fun. The journey is good. You know, یک فیلمی هست توی نتفلیکس راجب یه دختریه که شطرنج بازی میکنه و سن 17 سالگی شد چمپین دنیا. بعد دوستاش بهش میگفتن حالا میخوای چه کار بکنی؟ You're 17 years old. You're already the most famous. You already achieve your goals. و این آدمه دیگه شروع میکنه دراگ زدن و مشروب خوردن، چون که وقتی که ما به هدفمون برسیم what you gonna do next؟ بعدنش میخوای چه کار بکنی؟ بعد تازه ترابل شروع میشه وقتی که به هدفمون برسیم. دیگه دیزایرمون رو دست میدیم، اکسایتمنتون رو دست میدیم، پشت کارمون رو دست میدیم. So
It's a beautiful lesson in the Torah. Enjoy the journey. اگه هدفمون به پول رسیدنه, enjoy the journey getting there. اگه هدفمون ازدواج یا رابطه‌های خوبه, enjoy the journey. یا اگه هدفمون به سلامتی رسیدنه, enjoy the positioning که کریتور ما رو گذاشته. There is a lesson behind it. There is a design behind it که این جورنی رو برای من گذاشته. Maybe is meeting other people. Maybe is helping other people. So the message of the Torah is enjoy the journey. Enjoy the journey. آخرش خوبه. In the end is gonna be good. و یه مثال خیلی قشنگی یه کابالیست میزنه. I loved it. راجب قوم ما حرف میزنه. میگه تمام قومایی که به ماکسیموم پتانسیلشون رسیدن, به هدفشون رفتن, از رسیدن از بین رفتن. روم, they were the most powerful empire in the world. به تمام هدفشون رسیدن, به همه پولاشون رسیدن. تمام امپراتورها از بین رفتن چون که they achieved the maximum. ولی قوم یهودی ها چه عجب 5000 سال سروایف کردیم, چون که ما هنوز به آخره نرسیدیم. هنوز we are in the journey. We are still within the process. It's an amazing lesson. It's an amazing lesson. ما we survived 5000 years چون که هنوز داریم میرسیم, منتظریم که به اون هدفمون برسیم, به ماکسیمم پتانسیلمون برسیم, به اون اسپریچوال اسرائیل برسیم. So the moment که آدم به هدفش میرسه, تازه پرابلما شروع میشه. The trouble starts. So as long as we are in a journey, actually we are happy and healthy and successful. So درسته که این تو این جرنیه سختی وجود داره, تاریکی وجود داره, دست انداز وجود داره. توی پرشا از راجب کرسا صحبت میکنه. این قسمت تورا میگه که The curse is a hint for the blessing. اون تاریکیه is a hint for a blessing. The challenge in health is a hint for blessing. So all these challenges, all these little darkness, all these obstacles is a hint for blessing. And we want to enjoy the journey. این کاراکتری که داریم, این دیزایری که داریم, همه چیز ما الان میخوام. I want it now. I want it right now. And fast and right now. That's the wrong character. That's the wrong attitude. The actual blessing and fun and happiness is the journey که توش هستیم ماها. ما الان 5000 ساله از ایجپت اومدیم بیرون و هنوز داریم راه میریم که به اون اسرائیل برسیم. This is the fun. This is the blessing. بعد یکی از ادوایزای یعقوب بچه‌هاش اینه که میگه بعضی از ماها we are good being no good. بعضی ما یه کاراکترایی داریم که خوبیم توی یه کاراکتر بد. خدای نکنه یه نفر خوبه تو دزدی, یه نفر خوبه تو دروغ گفتن, یه نفر خوبه توی دیسیف کردن. یعقوب میگه that's an amazing gift you have, ولی داری استفادهش میکنی به راه اشتباه. اگه اون گیفتی که داری, maybe you can become the best lawyer. Maybe you can become the best businessman. ولی اون کاراکترهای, اون گیفتایی که ما داریم, بعضی وقتا we use it for the wrong, for no good. So باید تو خودمون نگاه بکنیم. ببینیم چه گیفتایی داریم که به راه اشتباه استفادهشون میکنیم. شاید قدرت صحبت داریم, قدرت کنوینس کردن داریم, ولی we get angry, we scream, داد میزنیم, یا we use negative language. اگه قدرت صحبت کردن داریم, we have to use it in a good way. دوباره برمیگردم به اون هدف و جرنی. چیزی که کابالیست به ما توصیه میکنن, میگن که enjoy the journey.
Have patient. Have patient. ما پیشنت نداریم. زودتر میخوایم به مقصدمون برسیم. مقصده is no big deal. The journey is fun. Have patient. Get involved with people. یکی از خصوصیات این جورنی اینه که مجبوریم اینتراکت بکنیم با آدم ها. و این اینتراکت کردن خودش برای ما بلسینگ میاره. So, یه گلی داریم ولی نمیخوایم به تنهایی به اون گله برسیم. باید این جورنی ها رو لذتش ببریم. Get interact, get involved, learn. من through the years many خیلی استودنت ها داشتیم توی یه کلاس های کبالا، یه کلاس، دو کلاس، پنج کلاس اومدن گفتن من I don't feel any difference. هیچ فرقی با حال من نکرد، سالم نشدم. And they stop coming. So it's not که من پنج تا کلاس بیام و توقع داشته باشم یه میریکل بشه، زندگی عوض بشه. The class is the goal. کلاس اومدن این journey is the fun. Journey is the blessing. Maybe the blessing is going to come next year, 10 years, هدف 20 years, we don't know. ولی مهمتر از اینه که بیایم تو کلاس، involve بشیم، interact بکنیم، یاد بگیریم. تو این جورنی کمک کسای دیگه بکنیم. گیفتای خودمون رو find out بکنیم. So one of the reasons که تورا میخواد که ما از جورنی لذت ببریم چون که میخواد اینتراکت بکنیم، make more friends، با آدم های دیگه involve بشه. So این هم از پرشای ویخی و میرسیم به پرشای شموت، کتاب جدیدی که شروع کردیم به اسم شموت. شموت به معنی اسمها، دومین کتاب تورا اسمش هست اسم، اسمها، names، شموت. Again, it's a huge secret. Kechajab Shemot. Torah va Kabbalah is yek technology. It's a technology. Dare be ma yad mide ke be khatere ke bekhaym pishraft bokonim tu zendegi be blessingamun beresim, bayad in esma ro beshnasim. Ye secreti hast tu in esma, ye blessingay hast tu in esma ye ke tu Torah hast. و اونا گیت موفقیت ماه. تو این کتاب ما 72 نیمز یاد میگیریم، 72 تا اسم خدا یاد میگیریم. انا به کوخ 42 تا اسمه. ما میدونیم خدا هشم has many names. اسم موشه به ما اینترودوس میشه. So تصادفی اسم این کتاب و این پرشان داشتن شمود میخواد به ما یاد بده که این اسم ها یک قسمت مهم زندگی ماه. ایمجین کنیم ما اسم خدا رو بلد نبودیم، یا اسم موشه رو نمیدونستیم، یا اسم انجلا رو نمیدونستیم. So the technology of the Torah اینه که ما با این اسم آشنا بشیم. اگه ما تو خیابون داریم راه میریم و اسم دوستمون یعقوب باشه، به اون دست خیابون دوستمون داره تو اون پیاده رو راه میره، اسمش یعقوبه، ما هرچی بهش بگیم موشه، ابراهام، ایتسخاق، بر نمیگرده، right? The moment که ما بگیم یعقوب، بر میگرده، ما رو نگاه میکنه. اگه ما اسم خدا رو ندونیم، اگه اسم انجلا رو ندونیم، تو زندگی ما اونا نمیتونن involve باشن. So هدف تورا اینه که اسمای، تمام اسمای اعظم خدا، تمام اسمای انجلا، تمام اسمایی که میتونه به ما کمک بکنه تو زندگی رو تورا به ما داره یاد میده. 72 names، موشه با انابکوخ و 72 names تمام میریکال ها رو تو دنیا آورد، تمام 10 ضربه ها رو آورد، دریا رو باز کرد، آب آورد، مان آورد، با فقط با 42 names، انابکوخ و 72 names. ما اینا رو خیلی کم بهشون توجه میکنه. به قول آقای قیام نادرجو میگه که روزی یه دفعه انا به کوخ کمه، منی تنز انا به کوخ بگیم. 72 names رو باید پرونانس بکنیم، بشناسیم.
نه به حالت یه دعا کردن یا پریر. We have to know the names. باید اسما رو بدونیم. خیلی جالبه، داشتم فکر میکردم قدیمی ها همه اسماشون تورایی بود، موشه، یعقوب، ابراهام. بعد جنریشن ما ها مدرن شدیم و اسمای مدرن برای خودمون گذاشتیم. And somehow we got disconnected from the Torah. We got disconnected from Judaism. So یه علتی داشت که این پدران ما اسمای تورایی رو ما میذاشتن قبلا. We need these names. و این قسمت زهر رو میخونیم. خیلی زهر قشنگ توضیح میده چه عجبی اسم رو ما لازم داره. میگه که این اسما به یک حالت تموم خصوصیات های خدا، تموم این فرشتا، انجلا، تموم این نیروهای پازیتیوی که وجود داره، اینا مثل یک نور میمونن. They're just energy. اینا وسل ندارن، بدن ندارن. و یک بدنی، یک پرونانسیشنی، یک شناختی به اینا بادی میده، به اینا انرژی میده، قدرت میده. شما توی اتاقی که ما هستیم، ما نور رو نمیبینیم. We cannot see the light. چی رو ما میبینیم؟ ما دیوار رو میبینیم که داره نور رو ریفلکت میکنه. ما نور چراغ نور خورشید ما نمیبینیم. وقتی که یک چیزی نور ریفلکت میشه ازش، ما اونو میتونیم ظرفه رو ببینیم. So we cannot see the light. ما انرژی رو نمیتونیم ببینیم، نور رو نمیتونیم ببینیم. چطوری نور رو میتونیم ببینیم؟ وقتی که یک وسلی، وقتی که یک ظرفی اون نور رو ریفلکت میکنه. الان تو زهر میخونیم ما چطوری میتونیم خدا، انرژی های مختلف خدا، چطوری انرژی های فرشته رو تو زندگیمون میتونیم بیاریم؟ وقتی که تو بدنمون، تو وجودمون این اسما رو ریفلکت بکنیم. وقتی ما میگیم رافائل، انجل آف رافائل، ملخ رافائل، دارم یه وسل، یه خونه درست میکنم برای انرژی سلامتی. اینا همیشه با دوستات شیر میکنم. وقتی میریم دکتر، we have to think about رافائل. باید اسمش رو پرونانس بکنیم، رافائل. That's how we attract the angel of healing to ourselves. So حالا میدونم شاید امروز بخوایم تمام اسما رو یاد بگیریم، ولی تمام پرشای شموت is all about شموت. توی دو ماه آینده تمام اسما رو یاد میگیریم. So a Kabbalist, a student of Kabbalah, a good Jew, he knows the names. تموم اسمای خدا، تموم اسمای انجلا. ما هر روز آقایون خانوما باید پرکتیس بکنیم. حالا یا تفیلین میذاریم، یا تفیلا میخونیم، یا شخریته، یا شمه، یا براخاه. این اسما رو باید بشناسیم. We have to pronounce it. Why we have to say blessing? Why we have to say براخا؟ که بشناسیم این اسما رو، اون انرژی اون اسما اینوالو زندگی ما باشه. So the whole purpose of the whole book of Shemot که با این اسما آشنا بشیم. همونطوری که موشه تونست با این اسما میریکال بکنه، ما بتونیم با این اسما برای کسای دیگه، برای خودمون میریکال ایجاد بکنیم. این اسما یه بریجه، یه پلیه به spiritual world. با این اسما ما میتونیم خودمون رو elevate بکنیم. یکی از بزرگترین چیزه که من دلم تنگ شده میز کردم این کنیسا و خوندن تورا. واو، با شنیدن تورا، با شنیدن این اسما، این حروفا، هممون elevate میشیم، هممون انرژی میگیریم. So a good student of Kabbalah every day. این اسما باید تو زبونمون باشه، بخونیمشون، پرونانسشون بکنیم، سکنشون بکنیم. You have to be around us, see them and feel them. تا وقتی که ما به این اسما خونه ندیم، این اسما نمیتونن اینوالو ما باشن. ما تا وقتی که یه نفر تو خونمون نیاریم، نمیتونیم ازش استفاده ببریم. We want accountant، میریم آفیس accountant.
We want a lawyer, we go to our office lawyer. We want Hashem and the angels to be in our life, we have to know their names, we have to pronounce their names. So let's go to the Zohar. Zohar ki in hafte mikhonim kitab shomare 8 safhe 36 paragraph 49. So kitab Zohar 8 safhe 36 paragraph 49 و همونطوری که توضیح دادم صحبت از این میکنه، میگه که angels do not have a household، میگه انجلا خونه ندارن، انجلا انرژی هند به حالت پتانسیال هند، the moment که پرونانسشون میکنن، به moment که اسمشون رو میارم، میان تو وجود ما، میان تو زندگی ما. میگه هر آدمی که تو این دنیا اومده یه بدنی داره، یک بادی داره، یک وسلی داره و این بدن و وسلش رو باید پر از اسمای خدا و اسمای انجلا بکنه. And a basic practice، همونطور که گفتم لاغر روزی یک بار آدم صبح از خواب بلند میشه تفیلاشو میخونه، آقایون تفیلینشو میذارن، full of name of God and full of name of angels. Honestly من بعد از هر صبح I feel great. چرا؟ چون یه خونه درست کردم برای تموم این انرژی ها. انرژی ها is endless. نور خدا و نور فرشته ها تمومی نداره. They are here 24/7. بستگی داره من چقدر به اینا وقت میذارم، من چقدر برای اینا جا و خونه گذاشتم. میدونم هممون we are super super busy including me. ولی practice it. Open the Zohar, open the Torah. اسمای انجلا رو ریویو بکنین. You're gonna feel different. So این سیکشن زوهر رو میخونیم با این کوانا که بتونیم یک وسیله، یک بدنی برای خودمون درست بکنیم و make an effort که این اسما رو بیاریم تو وجودمون. میگه که یک قسمت زوهر که اکسپلین میکنه میگه که نور خدا، نور تمام انجلا مثل میل میمونن، مثل they're the masculine, they're the male. ما باید یه خونه مثل فیمیل برای اینا باز بکنیم که بتونن بیان توی وجودم. So we are section 49 in the Zohar. شعال ربای یهودا لربای الازار به ربای شیمون کیوان دشمتا می اویخا פרשת ואלה שמות ברזה עלה מאי כאמר איש וביתו באו אמר ליה ההוא מילה דההוא אמר אבא אינן ההוא מלאכין אליין. מגיע כי יק אנג'לוי הס תוי ספיריטואל וולד דאינן לאלה אל תתאי מן ההון כמיכון ביון פאין דהיינו דכתיב איש וביתו באו. מגיע חונה בעד בסזי כי אינה ביון תוי מו و اخی امر ابا کل اینان ملخین ده به درگه علا اکرون گوین دوخین و اینان ده بر نگا تتعا منهون اتراکون نکوتا بیت ده تتعا نکوا ده مکبلا من دورا. چرا خونه هر یهودی ما we have مزوزه، we have سیدور، we have کیدوش، we have this، همه اینا اسمای خدا و اسمای انجلاه. The more we have these things, the more we have spiritual books, Hebrew words, چیزی که رب به خونه یهودی داره، the more angels and نور خدا رو اترک میکنیم به خودمون تو خونم. یک چیزی که این قسمت زهر عملا میخونیم میگه که این اسما به ما کمک میکنه که اون جورنی که توش هستیم خیلی سویتر باشه. میگه خدا میدونه که ما یه جورنی باید بریم، میدونه که ما یه راهی رو باید بریم، یه راه طولانی رو باید بریم، ولی داره کمکمون میکنه. این اسما رو به ما میده که این راه سویتر بشه، مول پلزنتر بشه. میگه هرچی بیشتر با این اسما فامیلیار باشیم، هرچی بیشتر
اسپریچوال باشیم این جورنیه تلخیش کمتر میشه و سویدنسش بیشتر میشه. و میگه اگه تو این جورنیه که هستیم اگه اسپریچوال نباشیم، اگه این اسما رو نشناسیم، it's gonna be a harsh journey. و I'm sure که هممون اکسپریانس کردیم، یا دوباره از قدیمی ها مثال میزنم، همیشه اسمای پیغمبرا رو میآوردن، همیشه کلمه های عبری رو پرونانس میکردن. So this is the secret of the book of Shemot, to get familiar with these names and practice them. میریم توی زوهر، همین زوهر شماره 8 صفحه 8. صفحه 8 قسمت انگلیسیشو میخونیم که وسط صفحه شروع میشه. میگه when we choose to walk the spiritual path, our moments of hurting and sorrow are mercifully brief. میگه اگه زندگی اسپریچوال و امت و در راه تورا انتخاب بکنیم، موقعی که سختی داریم و سادنس خیلی کمه. If however one indulge his own self-seeking desires، میگه ولی کسایی که فقط به فکر پرژلای شخصی خودشون هستن، فقط خودخواه هستن و خدا رو نمیشناسن، then the suffering is intensified and prolonged. میگه خیلی سافرینگ بیشتر میشه و برای مدت طولانی تر میشه. قسمت ارامیکشو میخونیم، صفحه 9 سکشن 7 پاراگراف 7، با این کوانا که بیشتر و بیشتر به تورا و کابالا نزدیکتر بشیم، به این جورنی که توش هستیم، سپریچوال، سویت و خوب و پر از بلسینگ باشه. اما ربشیمون میان درگی لمسبال سعرا افل گاو دایتی لفوم شعتا سعرا سویل میتلنوی ולא חייש, אבל מן דלה רגיל בצער, והווה כל ימיו בתפקונים ויעדיים, ואתה ליד צערה, דה היהו צערה שלים, ועל דה אצטריך למבחי. יקי אז אסמוי כטווין, טווין פרשו, אז הבתי אסמו, אוף קורס כאסם הס, ואני בויד און, مسیج و اون درس پشتش هم بشنسیم. اون چیزی که ما بهش میگیم هشم یا خدای کریتور 10 تا اسم داره، مثل 10 تا سفیروت. یکی از اسمانش هست شدای. شدای به معنی که enough with doing the wrong thing, enough with badness, enough with harshness. We want to have a life with full of emuna and goodness, enough to bad. یا اسمایی که پر محبته که باید محبت رو پرکتیس بکنیم، و اسمایی که مثل الهیم که به ما قدرت میده، به ما انرژی میده که brave باشیم، شجاع باشیم. So it's not only the names, is the lesson behind it also. تو این پرشا وقتی که موشه به خدا میگه که من برم چی بگم به این مردم اسرائیل، تو داره منو میفرستی که برم اینا رو نجات بدم، what should I tell him، تو کی هستی؟ بعد خدایی که از اولین اسماشو ریویل میکنه که تو لول کتره، میگه اهیه اشر اهیه، به زبان انگلیسی معنیش کردن I am who I am. ما میدونم یاد گرفتیم تو کلاس‌های قبلن کبالا که اگه خدا نکرد یه روزی بریم تو ببینیم ماشینمون پنچره، بگیم واو باروخ هشم، شاید قرار بوده یه تصادفی پیش بیاد، ماشینم پنچر شده که منو سیف بکنه. میگه نه حتی تو اون لول هم نباید بریم، هیچ وقت هیچ اکسکیوزی هم نباید بدیم برای اتفاقایی که میفته. اهیه آشه که اهیه، میگه منظورش اینه که میگه خدا یه پلانی برای ما داره، یه دیزاینی کرده که we don't understand، نمیتونیم بفهمیمش. ما فکر میکنیم خیلی زرنگیم، مثلا میتونیم بفهمیم که چرا اتفاق افتاده یا چرا نیفتاده یا چرا دیر شده یا چرا پنچر شده،
میگه حتی اونجا هم نرو، ما هیچ وقت نمیتونیم مایند و کانشسنس کریتور رو بفهمیم. جس هاف امونا، جس هاف سرتنتی که هر اتفاقی میفته هر چی که تو پلیتمونه خیر خوبه. یه بچه کوچیک هیچ وقت نمیتونه مایند پدر مادرش رو بفهمه، never it's impossible، ولی پدر مادره همیشه خوبی بچه رو دیزاین میکنن براش. So اولین اسم خدا is احیه اشر احیه، it's I am who I am is you know enjoy the journey whatever is in your plate، هر جا که هستی، هر سیتویشنی که هستی، اون گیفتی که ما داریم، اون جورنی که ما داریم برای خودمونه. اگه یاد بگیریم گیفته خودمون رو دیولوب بکنیم، we gonna be much happier تا اینی که بخوایم همش با چشامون دنیا رو فالو بکنیم، به دیزایرهایی که چشامون میبینه و قلبمون میخواد رو فالو بکنیم. So that was one of the understanding of Ehiyeh Asher Ehiyeh. I am who I am. You know, there is a design for you, for me, for all of us. There is a plan. There is a journey. Just follow it. Enjoy it. Live a life with emet, with truth. And with patience and understanding and learning and getting involved with other people and helping. This is the blessings. یک پوینت خیلی قشنگ دیگه هم تو این پاراشا هست. دوست داشتم باتون شیر بکنم. دو تا پوینت دیگه. We have like 5 more minutes. یه جای تو تورا هست که تو این پاراشا که موشه به دو نفر میرسه که داشتن با همدیگه دعوا میکردن. They were fighting. و موشه میاد به یکیشون میگه که چرا همچی رفتار میکنی؟ Stop it. چرا داری دعوا میکنی؟ چرا داری اونو هرتش میکنی؟ It's in the Torah. هممون میشناسیم قسمت رو. بعد سوالی که پیش میاد کابالستا میکنن میگن چه عجب موشه این یه نفر رو فقط اپروچ کرد، بهش میگه why you are so bad، چرا داری این هرتش میکنی؟ کابالستا سوال میکنن میگن شاید اون نفر دوم پول اینو دزدیده بوده، maybe he owes him money، شاید اول اون دومی اولیه رو کتک زده، حالا اولیه داره دومی رو کتک میزنه، چرا فقط موشه به یه نفر پریده؟ چرا فقط با یکیشون داره دعوا میکنه؟ چرا اینوستیگیت نکرده why he's so harsh، چرا داره اینو اذیتش میکنه و میزنتش؟ و جوابی که the Kabbalists به ما میگن evil is evil no matter what. اگه یک نفر داره حرف زشت میزنه، اگه یک نفر داره دعوا میکنه، یک نفر داره کتک میزنه، there is no excuse whatsoever behind it. Doesn't matter اون آدم دومی چیکار کرده به اول. Evil is evil. Evil is evil. There is no excuse for evil. No excuse. میدونم این درس خیلی سختیه. ما هممون عصبانی میشیم. هممون ناراحت میشیم. هممون میخواییم فایت بکنیم. هرتمون کردن. اذیتمون کردن. پولمون رو خوردن. Whatever. ولی موشه داره درس خیلی بزرگ ما یاد میده. Evil is evil. We have to find a way. مثل همونطوری که یهودا رفتار کرد. We have to find a way. With love. با polite بودن. با whatever it takes in a right way. که اون مسئله دیفیوزش بکنی. ولی عصبانیت. Bad language. Hurt کردن. There is no justification for that. این اگه یه چیزی از امشب بخوایم با خودم ببریم یادمون باشه evil is evil, there is no excuse behind it. من یه آدمای به من تو زندگیم خورده میگن من تا عصبانی نشم کارم راه نمیفته. Oh my god, what a horrible life is that, که آدم فقط با عصبانیت کارش راه بیفته. So عصبانیت is evil, hate is evil, bad language is evil, کوچیک کردن is evil. Evil is evil. No excuse for that.
یک پوینت دیگه خیلی قشنگی هست که خواستم باهاتون شیر بکنم اینه که این کتاب از کتاب دوم تا کتاب آخر تورا یه جورنی ریدمشنه. ما از توی ایجپت، از تو تاریکی، از تو سختی خدا و موشه ما رو در میارن و میرسونمون به اسرائیل، به ریدمشن، به بلسینگ و خوبی. هر کدوممون توی ایجپتی هستیم، هر کدوممون توی تاریکی هستیم، هر کدوممون یه مسئله داریم، هر کدوممون یه جایی گیریم، یه گره هست، یه ناراحتی هست. That's our Egypt. و تورا داره به ما پرامیس میکنه، میگه I'm gonna take you out. Don't worry. just stay with me. با من بمون. You know, come with me. بیا با هم دیگه بریم جلو. I'm gonna take you out. So اینو شاید تورا رو به یک حالت ستوری نگاه میکنیم، شاید به یک حالت فان نگاهش، انترتیمنت نگاهش میکنیم، ولی از این پوینت آف ویو تورا داره به ما یاد میده، میگه I'm gonna take you out, I'm gonna send angels to you, I'm gonna send Moshe Rabbeinu to you, I'm gonna guide you, I'm gonna help you که از اون تاریکه بیای بیرون. Just stick with me, این جورنی با من باش. Have patience, learn, teach, interact, get involved, ask questions. I'm going to take you out. بعد یه پوینت دیگه خیلی قشنگی هست. میگه که خدا مردم رو یادشون رفته بود. خدا مردم اسرائیل رو یادشون رفته بود تا وقتی که مردم داد زدن زیر کار سخت. شاید هممون این داستان پسخ رو شنیدیم. میگه که تا وقتی که مردم داد زدن دیگه خود اتنشن خدا رو گرفتم. تورا چی میگه؟ خدا میگه، تورا میگه خدا داد مردم صعقه به عبری. The God heard the Israel is screaming. به نظر میاد که هر دفعه ماها داد میزنیم we get this attention of God. In reality نباید این پرکتیس رو بکنیم، ولی بعد وقتی داد میزنیم we get people's attention. بچه هامون گوش میکنن، زن هامون ما رو گوش میکنن اگه داد بزنیم. ولی of course که تورا صحبت از داد زدن نمی کنه، صحبت از کنکشن میکنه. میگه که you want Hashem's attention، میخواد Hashem به توجه بکنه، نگات بکنه، گوش بکنه به حرفات. You need to scream not in a, by words, scream with your heart. Make the connection. همون کنکشن روزانه که گفتم. Open a siddur, say a blessing. The man put a tefillin, say kiddush shabbat. Say berakha when you eat something. اون داد زدنه. اون دادن زدن spirituale. اون اسم خدا آوردن و اسم انجل آوردنه. So we want to get attention from Hashem. We have to scream, but in a spiritual way. Open a siddur, you know, make a connection. داد زدن به معنی کنکشنه. Make a connection. تا ما یه کنترکتی داریم. We have a contract that Hashem is going to take us out of the darkness. ولی تا وقتی که باش در تماس نباشیم. When we don't interact, when you're not connected, how is going to take you out? So once a day, you know, make time. Scream spirituality with happiness and joy. تا اینجا درس کلاس شموت بود. یادم افتاد به چیز جالبی از اول کلاس ویگش. گفتم این زندگی امت رو باید بکنیم. We have to live a truth. یاد یه داستانی افتادم توی یکی از کتاب‌های اسپریچوال خیلی خنده‌داره. گفتم با این داستان تموم بکنیم کلاس رو، انشالله همیشه لبخند روی صورتاتون باشه. میگه که دو نفر برای یک کینگی کار میکردن، برای یه شاهی کار میکردن. یکیشون یه کابالیستیک بود و اون یکی he was just average person. دوتا سرونت داشت، یه شاهی، یکیشون کابالیست بود، یکیشون نبود. بعد اونی که نبود
همیشه کمپلین میکرد، ناراحت میکرد، میگه چه کار سختیه، این چه زندگی سختیه، چرا من سرونت به دنیا اومدم. و کابالیست میدونست که این زندگیشه، این راه زندگیشه، این جرنیشه، این گیفتیه که داره، و خوشحال باشه با هپینس اون دیزاینی که براش داره انجام بده، بالاخره به خوشبختی میرسه. بعد این سرون تنبله یه روزی میگه که من خسته شدم، این چه کاریه، باید تاکسیدو رو پوشم، باید سینی دستم بگیرم. میگفت که من میرم یه گربه میگیرم، این گربه رو ترینش میکنم که مثل یه گارسون رفتار بکنه و من دیگه کار نکنم، این گربه بیاد کار من رو انجام بده و کینگ رو سرو بکنه. و این کابالیست با شرط میکنه، میگه it's impossible, there is no way. و شرط میبندن و بالاخره این سرونتین کار رو میکنه، یه گربه میگیره، ترینش میکنه، رو دو پا را بره، یه تاکسیدوی تنش میکنه، بهش یاد میده این سینیه رو بگیره و کینگ رو سرو بکنه با مشروب یا غذاهاش. روزی که این گربه ترین شد و اون کارمند تنبله این گربه رو میفرسته سراغ شاه، داشته قشنگ با تاکسیدو رو دو پا با سینه به دست داشته میخرفته غذا رو به شاه برسونه. در این موقع بوده که کابالیست یه موشی از تو جیبش در میاره و موشه رو میندازه جلو گربه. گربه تموم سینی و غذا و همه رو پرت میکنه و با لباسش هم میکنه و شروع میکنه چارپا دویدن دنبال این موشه. So the lesson is گربه is a گربه. If you are a cat, you are a cat. You cannot be a servant. You know, and if you are a servant, just live your life. You know, enjoy the journey. Just live a life of truth. ما این حقیقت رو میگیریم، هزار جور لباس تنش میکنیم. لباس گارسون، هزار جور لباس تنش میکنیم. میگیم شاید دروغه، شاید یه چیز بهتری ازش در بیاد. No. Just live a life of emet. Whatever is truth in your life, whatever is your journey, whatever is the design for you, just enjoy it and live your life. Emet is emet. Yeah. If you are a gorbe, don't pretend you are something else, because that's not a life. So, با اینجا میخواستم کلاس رو تموم بکنم. Thank you very much. By the way, چهارشنبه شب دیگه روش خودش ماه شوات، چهارشنبه شب، چون که خب ما پنجشنبه شب همدیگه رو میدیدیم میبینیم، اگه دوست داریم میتونیم برخای ماه جدید رو الان با هم پرونانس بکنیم. Again, فکر کنم این هفته خوب متوجه شدیم چرا ما برخای نیومون رو میگیم، که یه وسلی باز بکنیم که اون نور ماه جدید بیاد توی ما، تا ما اسم خدا رو نشناسیم، تا ما اسم انجلا رو نشناسیم، یه ظرفی درست نمی کنیم براشون که اون انرژی وارد ما بشه. و به خاطر همین ما از الان اناونس میکنیم اسم ماه جدید رو میاریم که یه وسل تو وجودمون باز بکنیم که این نور ماه جدید بیاد تو. قبل از اینکه این بلسینگ رو بگیم، میخواستم دو کلمه راجع به شوات حرف بزنم. یکی از قشنگترین کاره که ما تو شوات میکنیم از تو بیشوات. میدونم هممون عادت داریم تو بیشوات میوه‌های مختلف میخوریم، گردو، چیزهای مختلف میخوریم. So there is something about eating توی ماه شوات. و اگه توجه بکنیم ماه شوات پایین ترین قسمت توی ماهای ساله، ماه یازدهمینه. It's almost on the bottom. It's almost the ملخوت. So it have to do with our body. It have to do with the physicality. و تصادفی هم نیست که درس راجع به شموت خوندیم، ماه شوات هم رب داره به شموت. ما مجبوریم برخای تمام میوه ها رو بگیم و بخوریمشون. We have to pronounce the names, many names, و یه چیز خوبی وارد بدنمون بکنیم. So ماه شوات معروفه به اینه که چی داریم وارد بدنمون میکنیم، چی وارد consciousnessمون میکنیم. فقط صحبت از خوردن نیست، صحبت از اینه که چی داریم وارد زندگیمون میکنیم.
یه چیز اشتباه، رونگ، یه چیزی که رب یهودی ها نداره، یه چیزی که حقیقت نداره، ما نمیخوایم وارد زندگیمون بکنیم. So ماه شوات is standing for the month of we want to bring the good things, the name of God, the name of the Creator, the names from the Torah, the blessing, the bracha we want to bring to our life. What is truth in our life? So, کسایی که سیدور کنیسا رو دارن میتونن فالو بکنن. We are in page 708, صفحه 708 تو سیدورای کنیسا. از وسط پیج میخونیم بلسینگ نیومون. یه بار دیگه ماه چهارشنبه شب و تمام پنجشنبه ماه جدید شوات، the new moon of Shvat, the sign of Aquarius. The sign of Aquarius, چهارشنبه شب شروع میشه. So we can stand up and سیدورای کنیسا صفحه 708 and you can say the amen after each blessing. با این کوانه قسمت رو میخونیم که ماه پر بلسینگ، پر برخا، سلامتی برای همه دنیا، ساکسس، جوانامون موفق باشن، امت و حقیقت یه پارت زندگیمون باشه و تورا و کابالا و زوهر گایدمون بکنه که به اون ردمشن برسیم، به گولا برسیم. یه راتو میفنه الهی شمایم اخوانت بیت خیلی و لشیف شخیناتا لطخاب به میرا به امین و ویمرو آمین. יהי רצון מלפני אלוהי השמיים לרחם על פליטתנו לצור המגפה והמשחית והחרב והרעה והשבי והביזה מעלינו ומעל עמו ישראל ואמרו אמן. יהי רצון מלפני אלוהי השמיים לקיים לנו את כל חכמי ישראל, הם נשיהם ובניהם ותלמידיהם, בכל מקומות מושביהם ואמרו אמן. יהי רצון מלפני אלוהי השמיים שנשמע ונתבשר בשורות טובות, בשורות ישועות ונחמות מארבע כנפות הארץ ואמרו אמן. מי שעשה ניסים לאבותינו ממצרים גאלם, הוא יגאל אותנו וישיב בנים לגבולם. בסימן טוב יהיה לנו ראש חודש שבט ביום חמישי. מוה ג'דיד שבט, סיין אף אקווריוס, צ'ור שמבה שב ותמום פעם שמבה. יחדשו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל עמו ישראל בכל מקמות שהם. לטובה לברכה, לססון ולשמחה. לישועה לנחמה, לפרנסה וכלכלה טובה, לשמועות טובות, לבשורות טובות, ולגשמים בעיתם, ולרפואה שלמה, ולגאולה קרובה, ואמרו אמן. Thank you very much, חלי ממנון, שבת שלום. אגב סואלי הסת, חדמתון הסם, אגנה כ... I wish you guys a wonderful night. شبات خوبی داشته باشین. Again, happy new year. And بذات شم, we're gonna learn a lot. خیلی درسای تورا و زهر خوبی امسال با هم دیگه یاد میگیریم. خوشحالم که هر هفته با هم هستیم. And thank you very much. شبات شلوم. Thank you so much. مرسی کیوان جان. من یه سوال داشتم آقا کیوان. بفهمم. گفتین که امتو باید گفت. امتو خیلی وقتا نمیشه گفت، برای اینکه گاهی اوقات مثلا میگن دروغ مصلحت آمیز به حصله چیه فتنه انگیز. یعنی امت امته، ما نمیتونیم تغییرش بدیم، ولی خیلی وقتا نمیشه گفت. اینو قبول دارین؟ ببین از جمنای من خیلی سالا با این مسائل گرفتار بودم. چرا؟ چون که جمنای نمیتونه دروغ، یعنی نمیخواد یه نفر رو ناراحت بکنه، نمیخواد یه نفر رو داون بکنه. جمنای همیشه یه چیز پوزیتیو پیدا میکنه تو هر سیتویشنی و بهش میگن وایت لای. یه نفر شاید زشته، جمنای بهش میگه واو یو ار سو بیوتیفول. چرا؟ چون که میخواد اون طرف رو آبلیفتش بکنه، میخواد بهش انرژی بده. یه نفر مثلا شاید فقیر باشه،
بعد جمنای میاد بهش میگه که don't worry, you actually very rich, you have a good heart, you have a good mind, you have a health, you have everything. So یکی از کاراکترهای جمنای اینه که white lie میگه و هیچ هدف شخصی توش نیست. هیچ منظوری نداره. دیسیو هم نمیخواد بکنه. فقط میخواد انرژی بده به اون طرف. فقط میخواد یه طرف رو این پاورش بکنه. بهش انرژی بده. You know what, هماچون؟ آره ولی باز فرق میکنه کیوان جان. هنوز صحبتم تموم نشده. اوکی. ببخش. سوری. بفرمید. For many years I had a very issue with it. What I'm wrong doing wrong. And you know my teachers what told me? A white lie is a lie. White lie is a lie. So ما میتونیم این نفر رو encourage بکنیم. میتونیم بهش انرژی بدیم. میتونیم positive باشیم. میتونیم کمک بکنیم. ولی We cannot lie. So a white lie is a lie. You know, not telling the emet is a lie. So میدونم where you coming from and همون زندگی که شما دارید منم دارم. ولی برای من حتی این سخت‌تره از جمنای. چون که همیشه میخوام این پاور بکنم. همیشه میخوام سیتویشن رو عوض بکنم به خوبی. حتی اگه دروغ هم توش باشه. ولی I learned, بهم گفتن, my teachers, I had a boom for many years. A white lie is a lie. حالا میدونم که یه سیتویشن هست که امتو نمیتونیم بگیم. من صحبت از مسائل شخصی نمیدونم. شماره گاف صندوق هم چنده ما صحبت نمی کنیم. چیزی که رب به کدوشا داره. چیزی که کرد رب به کدوشا داره. یه نفر اینو جودایزم رو زیر پا گذاشته. You have to tell him the emet. You have to be brave. ما وقتی صحبت از امت می کنیم از کدوشا می کنیم. از مسائل روزمره و بیزنسی اینا. When it comes to Kedusha, you say the Emet. When it comes to Shabbat, you say the Emet. When it comes to a behavior, یه نفر behaviorش زشته, داره کسی دیگر رو hurt میکنه, you say the Emet. یه نفر پدر مادرش رو اذیت میکنه, یه نفر دروغ میگه, you have to say the Emet. So when it comes to Kedusha, when it comes to the spiritual world, you have to say the Emet. There is no way around it. یه دکتر as a doctor I would be the worst doctor چون که هر چند یارو ناراحت باشه میگم نه don't worry خوب میشی هیچ چیز نیست. No, to your point یه دکتر باید حقیقت رو به مریضه بگه. You know we cannot in a spiritual world a lie is a lie, evil is evil. یاد گرفتیم تو این پرشا موشه دید یه نفر رو داره میزنه نگفت چرا داری میزنیش پولتو خورده دزدی کرده he didn't ask گفت کارت اشتباه evil is evil so منم امپلوئی دارم منم همسایه دارم منم بچه خانواده دارم I know we cannot say the emet all the time but the هدف ما به چیه که این نور خدا با ما باشه نور این انجلا با ما باشه صحبت از یه سوشیال ماتر نیست این سوالی که پیش اومد I love you هما جون you're the best you get the best out of me please ask question every week you get the best out of me the question is not a social issue the question is how pure is my body How pure is my body? این نور خداه توی جای impure نمیاد. این رافائل، میخائل، گابریل توی بدنی که white lie میگه نمیاد. It's a lie. White lie is a lie. So in a social life is an issue, but in a spiritual world ما بدنمون باید پیور باشه. یکی از مسائلی که این هفته تو تورا میخونیم ببخشید remember your thought میگه شو. که موشه رو از آب گرفتن. چرا عجب از آب؟ موشه رو از آب گرفتن. میگه آب اصلا ما یادمون رفته آب یعنی چی؟ اصلا این آبایی که
ما میبینیم دیگه هیچ کنونشون قابل خوردن نیست چون یه هر آبا اینپیور شدن. So where can we find that pureness is when we can speak the emet. Go ahead. ببخشید دوباره سه بار کاتتون نه نه خواهش میکنم. من حالا خب پس یه چطوری که نتیجه میگیریم اینه که در رابطه بین خودمون و خدا باید امت باشه و در رابطه ما با دیگران از روی آنستی. ولی وقتی که به یه جریانی میرسیم که مثلا میتونیم یه زندگی رو نجات بدیم، یه مریج رو نجات بدیم، من فکر میکنم نه اینکه آدم دروغ بگه ولی امت رو نگه برای سیو اون مریج. مثال میگم آه. من حالا فقط یه مثال چیزی میزنم که قابل درک باشه. خیلی وقتا هست که نمیتونی امتو بگی، نمیتونی حقیقتو بگی، برای اینکه باید اون طرفو سیو کنی. من ببینین هر کسی تو پلیت خودش باید با پلیت خودش دیل بکنه. من مطمئنم یه سیتویشنایی برای شما پیش میاد که برای من هیچ وقت پیش نمیاد، یه سیتویشنی برای من پیش میاد برای شما پیش نمیاد. سو هدف این راهی که توش هستیم اینه که شما مثل من نشین یا من مثل شما نشم، من مثل تیچرم نشم. هر کدوم گیفتای خودمون رو داریم، هر کدوم سیتویشنای خودمون رو داریم. من حد جاب من اینه که این کانسپت رو تو مایند شما بکارم and you gonna be the judge. You're going to be the judge. What is the right thing to do? ولی از دوست ندارم به خودم بگم teacher. ولی از teacher. It's my job to say the truth. اونایی که با من conversation دارن. به من زنگ میزنن. سوال میکنن. They know me very well. No sugar coated. No. من هیچ وقت شولدر گریه کردن به کسی نمیدم. او بیا یکم گریه بکن دلداریت بدم. نه I tell you صاف و پوسکنده با the issue is چون که I noticed. شب من اینجوری نیستم، من مثل شما نیستم مسلمن، برای اینکه آدم ها با هم فرق میکنن. پس سیچویشن های مختلف باعث میشه که آدم تصمیم بگیره که امتو بگه در اون حالت یا نگه. ببینین خیلی جالبه، یکم تاچش کردم، علتی که ما یکم باید راجبش فکر بکنیم چون که maybe you have to think about what I'm telling you for a few days. اگه ما امتو نمیگیم چون که از یه چیزی داریم فرار میکنیم، اگه ما حقیقتو نمیگیم چون که از یه چیزی داریم فرار میکنیم، یا اینی که یه چیزی خودمون رو دست میدیم، یا اینی که ریسپکتمون کم میشه، یا اینی که جویمون کمتر میشه، یا اینی که یه چیزی از دست میدیم. اگه ما امت رو صحبت نمی کنیم چون که we afraid to lose something. We afraid to lose hate بعضی وقتا. ما حقیقت رو نمیگیم چون که از این هیته داریم لذت میبریم. یا از این عصبانیته داریم لذت میبریم. یا از نه این... نه. پوینت من نه، شما شاید متوجه نشدین کیوان جان. من میگم یک تروتی رو اگر در مورد کسی به کسی دیگه بگی ممکنه زندگیشو به هم بریزی، اصلا ربطی با شخص خود من نداره. اگه کدوشا باشه don't worry about it. نه اگه کدوشا هست نه اگه کدوشا I hope که متوجه میشین کدوشا یعنی چی. اگه کدوشا نه you shouldn't. ببخشین کیوان خان، کدوشا توی این مسئله یعنی چی؟ میشه توضیح بدین کدوشا یعنی چی بزحمت؟ کدوشا یعنی جون یه نفر رو نجات بدیم. اگه یه نفر یه راه اشتباهی داره میره، اگه یه نفر یه رابطه اشتباهی داره میکنه، اگه یه نفر با یه یهودی با یه غیر از یهودی میخواد ازدواج بکنه، you have to say the emet. You have to say the truth. اگه یه نفر تصمیم گرفته نمیدونم بره یه جایی زندگی بکنه که اصلا یهودی وجود نداره، اگه یه نفر اصلا به تورا و یهودیت عقیده نداره، باید یواش یواش in a nice way نزدیکش بکنه. You have to say the emet. You have to say the truth. کدوشا یعنی که
راه خدا، یعنی یه واقعیتی بالاتر از فیزیکال ورلد، یه واقعیتی که منفعت شخصی توش نداشته باشه. اوکی ببخشید هما جون، اولا خیلی ممنون از این سوالی که کردی، برای اینکه منم یه جایی اوایل صحبت کیوان خان تو ذهنم اومد، ولی خب دیگه چیزای دیگه شنیدم کنار گذاشتم اینو. من توی یکی از داستانای تورا که الان خوب یادم نیست، میدونم که در رابطه با سارا و ابراهیم بود که یه اتفاق بین اینا افتاد و خدا به خاطر اینکه اختلاف بین این زن و شوهر نیفته حقیقت رو نگفت. شاید من اشتباه بکنم ولی من اینجوری شنیدم. درست میگی، دقیقا زمانیه که سارا میگه که شوهر من پیره، چطوری میتونم بچه دار بشم؟ آها. و من و میخنده و بعدش میگه من نخندیدم. این پوینت مال اون قسمته. نه ولی ربطی به امت و غیر امت نداره، ربطی نداره به اون مسئله. چرا؟ خداوند من نمیدونم الان، چقدر اون فرشته میگه سارا گفته من پیرم، در صورتی که اون موقع اون گفته بوده شوهرم پیره. من همچی I know that section very well، همچیزی وجود نداره. حالا پس برو بخون کیوان جان. It's nothing has to do with the MS. این خندیدنی که سارا میکنه به خاطر اینکه توی بدنی که افسرده است یا سدنس وجود داره یا فکر میکنه پیره، هیچ نوری نمیتونه بیاد. این خندیدنه یه یعنی که you make an opening a gate for yourself. No. So that was the purpose of laughing. ولی هم چیزی نبوده که خدا نخوا امت و حقیقت رو به سارا یا ابراهام بگه. ولی I think you got the point. دیگه it's your decision. ماشاءالله you are mature. You all teachers also. You have to make the right judgment. You have to make the right judgment. منم منظورم دقیقا همین بود که judgment من اینه که امتو باید گفت. ولی زمانهایی هم میشه نگفت. نه اینکه بگم تغییرش بدم، نه اینکه بگم دروغ بگم، میگم بعضی وقتا باید نگفت. من اینو دارم میگم، فقط همین. نگفتم امتو دروغ کنم، دروغ جلوه بدم یا این. یه وقتایی اون امتو نباید گفت، باید دهنو بست. درسته که آدم از نظر کدوشایی باید بکنه. بگم رابطه بین من و خدا باید روی امت باشه. آره دقیقا باید روی کدوشایی برم جلو. ولی وقتی به یه نفر دیگه ربط داره، من باید مراعات اون یه نفر دیگه رو بکنم که زندگیشو به هم نریزم یا نمیدونم رابطهشو با کس دیگه خراب نکنم. اینا یه جاجمنتیه که من باید داشته باشم که خیلی چیزا رو در اونجا حفظ کنم. من منظور کلم اینه. حالا اگه اگزمپلی از ریل لایف داشته میتونیم راجبه صحبت بکنیم، ولی تو تئوری یکم سخت صحبت کردم. من برای منم پیش میاد وقتی که when it comes to تورا و جون کسی و آینده کسی I speak the truth. ولی وقتی که we are having fun when it's a social event, yeah maybe of course not. اگر از شما بپرسن شما حقیقت رو میگی، یا اگر یه چیزی رو میدونی میری بهشون میگی بدون این که ازتون بپرسن، این کارو میکنین؟ متوجه نشدم، یه بار دیگه با سوال بپرسین. اگر از شما نپرسن ولی شما یه امتی رو میدونین، حاضرین بدون این که از شما بپرسن برین بگین به اون طرف؟ That's interesting. Yeah. بستگی داره که رابطمون چی باشه. من اگه That was a good point. اگه طرف desire داشته باشه، اگه open باشه، اگه سوال میکنه، اگه رابطه‌ای وجود داشته باشه، yes. ولی اگر نپرسن نمیریم بگیم. ولی اگه رابطه آدم نداشته باشه، میدونیم بستگی داره به رابطه، بستگی داره به open بودن طرف. گفتم حقیقت خیلی تلخه. It's very harsh.
بستگی داره به رابطه، بستگی داره به اوپن بودن اون طرف. دقیقاً پوینت منم هم همینه. پس هر امتی رو نمیشه گفت فقط به خاطر اینکه امته. من تلفن رو ور نمیدارم دوست بزنم، زنگ بزنم به اسرائیل به دوستم بگم چرا اینقدر سیگار میکشی، سیگار برات خوب نیست. I don't make that phone call. چون که ماهی یه بار مثلا با هم تلفنی صحبت میکنیم، ولی کسایی که تو زندگیم involved هستن I feel responsibility for them. Definitely, of course. وقتی به آدم نزدیکترم آدم اون obligation رو داره که بره. نه فقط ایمیدیت، فقط کسایی که تو زندگیمون involved هستن. So you have the obligation to say the truth, yeah. So بستگی داره به رابطه و به open بودن اون طرف. It comes down to who's in your plate. اگه خدا یه نفر رو باعث شده هفته سه بار چهار بار ببینیدش، he's in your plate, she's in your plate. You are responsible for that. Yeah. ولی یه نفر تو نیویورک زندگی میکنه، is that in my plate? You know, I don't have to be involved on the everyday basis. So, thank you for